سعی میکنم در این اسلاید یه مقدار مفهوم حکمرانی یا گاورننس رو با شاخصهاش بیشتر تبیین کنم. به جای موندن در یک تعریف یک جمله‌ای بهتره که شاخصها و ویژگی‌ها رو بیان کنیم. عملاً مفهوم حکمرانی عبور میکنه از بسیاری از رویکردهای سنتی به حوزه سیاست‌گذاری و اداره جامعه. به صورت کلان مفهوم حکمرانی از مفهوم دولت عبور میکنه. وقتی از مفهوم دولت عبور میکنه یعنی از بسیاری از مفهومهای تابعش عبور میکنه. اولین مفهومی که عبور میکنه مفهوم فرمالیتی یا مفهوم در واقع رسمیته. بسیاری از ابعاد حکمرانی در جوامع امروز در حوزه غیر رسمی اتفاق میفته. در حوزه غیر رسمی وقتی اتفاق میفته یعنی بخشی از اینها حتی از حوزه قانون هم عبور میکنه. بسیاری از اتفاقات واقعی که روی زمین و در عرصه حکمرانی میفته لزوماً قانونی نیست. ممکنه غیر قانونی باشه، ممکن هم هست قانون در موردش ساکت باشه، اما این نیست که هر آنچه که اتفاق میفته در حوزه قانون در محدوده در حوزه حکمرانی و در حوزه اداری جوامع پیچیده امروزی در محدوده قانون قابل تعریف باشه. طبیعتاً از مفهوم تمرکز عبور میکنه. حکمرانی لاجرم با مفهوم دیسنترالایزیشن یا تمرکززدایی به نحوی آمیخته است و اینکه تمام اداره کشور از یک مرکزیت واحد در واقع سامان داده می شود یک مفهوم سنتی و خطیه که دیگه تقریبا در نگاه حکمرانی ما این ساده سازی رو سعی می کنیم از ذهنمون کنار بذاریم. همه اینها به معنی بی اهمیت بودن دولت نیست، اما لازمه که این شاخصهای حکمرانی رو مرور کنیم. طبیعتاً یکی دیگه از شاخصهایی که وقتی از دولت عبور میکنیم عملاً ازش عبور کردیم شاخص تکنوکراسیه، تا شاخص تمرکز بر توان تکنیکی نظام دیوان سالاری کشوره. بسیاری از اتفاقاتی که در حکمرانی میفته دیگه لزوماً از توان کارمندان آموزش دیده دولتی خارجه و عوامل دیگری درش مؤثرن. همینطور خیلی وقتها اتفاقاتی که در حکمرانی میفته از اینستیتوشن یا از نهاد یا از ساختارهای مرسوم عبور کرده. ممکنه بسیاری از اتفاقاتی که در عرصه حکمرانی میفته لزوماً از یک نهاد و یک مؤسسه یا یک ساختار در واقع بیرون نیامده باشه و به نحوی در واقع ساختار زدایی هم از این حوزه شده. طبیعتاً به طریق اولا حوزه حکمرانی دیگه محدود در دایره نهادهای عمومی نیست. بخش خصوصی، بخش غیر دولتی، همه بخش‌هایی هستند که به طریق اولا در اینجا مشارکت می‌کنند و به نحوی به عنوان یکی دیگه از خصوصیاتی که از اون کانسپت و مفهوم کلی عبور از دولت میشه بهش رسید، عبور از قدرت متمرکزه. مفهوم حکمرانی به نحوی با توزیع قدرت همزاده و توزیع قدرت چه به معنای عمودی خودش، یعنی توزیع قدرت دولت به لایه‌های فرادولتی مثل لایه‌های بین‌المللی یا لایه‌های دون دولت مثل نگاه‌های فدرالی و قدرت‌های منطقه‌ای، چه به صورت افقی از دولت به بخش‌های غیر دولتی و بخش‌های در واقع اجتماعی، این اتفاق توزیع قدرت افتاده و توزیع قدرت عمودی و افقی یکی از نشانه‌های و ویژگی های حکمرانی و گاورننس به معنای مدرن خودش هست. و طبیعتاً وقتی ما از دولت عبور میکنیم از مفهوم سلسله مراتب هم عبور کردیم و حکمرانی یک نگاهی دارد که لزوماً در سلسله مراتب محدود نمیشه و همه آنچه که در حکمرانی اتفاق میفته با رویکرد سلسله مراتبی قابل توصیف و توجیه نیست. همه آنچه که گفتم نشون داد که گاورننس وقتی از گاورمنت عبور میکنه یعنی از بسیاری از زیرشاخصه هایی که به صورت سنتی مفاهیم سیاست گذاری بر اونها بنا شده بود عبور میکنه. اما تاکید میکنم آیا همه اینها به معنای دولت زدا شدن حوزه حکمرانی اصطلاحا دی گاورمنتالایز گاورننس؟ لزوما نه. همچنان بنابر جدیدترین تحقیقات دولت‌ها محوریت نظام حکمرانی رو قاعدتاً بر عهده دارن، ولی حتماً حکمرانی یک مفهوم توسعه یافته‌تر، وسیع‌تر و عبور داده شده از مفهوم دولت به معنای
هسته مرکزی اعمال سنتی قدرت اداره هست. اما تعریف حکمرانی و ویژگی‌های حکمرانی فقط به این خلاصه نمیشه. عبور از دولت یک کلان شاخص بود. کلان شاخص دومی که من میخوام اینجا ذکر کنم به عنوان ویژگی دیگر حکمرانی های مدرن و نوین و آن چیزی که ما در مقابل گاورمنت به عنوان گاورننس ازش نام میبریم، عبور از یک مفهوم ذهنی به معنای عقلانیت مطلق یا کامله. مفهومی که در ابتدای شکلگیری رویکردهای سیاست گذاری در نیمه دوم قرن بیستم مفهوم کاملا جا افتاده و قابل پذیرشی بود که ما می توانیم حکمرانی یا اداره کشور رو مبتنی بر عقلانیت کامل علمی انجام بدیم، اصطلاحا علمی کشور رو اداره کنیم. در نگاه های مدرن که گاورننس حاصل نگاه های مدرنه، عملا اداره کشورها قابل توصیف و توجیه در محدودی عقلانیت کامل نیست و به جای اون ما مفهومی به اسم عقلانیت محدود یا bounded rationality رو مطرح میکنیم. وقتی میگیم عقلانیت کامل، ما از عقلانیت کامل عبور کردیم، یعنی چی؟ یعنی اینکه این تصور که ما میتوانیم به اپتیموم سولوشن ها برسیم و میتونیم هر چیزی رو بهینه بکنیم با یک نگاه ریاضی و در واقع مطلق نگر و بهترین سولوشن ها رو انتخاب بکنیم، در حوزه حکمرانی بسیاری از مواقع ما عاجزیم از اینکه به بهترین سولوشن برسیم. حتما سولوشن های ما به نحو سولوشن نسبی ان و در واقع میتونن قابل مناقشه باشن. این یه معنی دیگرش در واقع این هست که ما از به نحوی نگاه های خطی و نگاه های مبتنی بر رویکردهای پوزیتیویستی به اداره جامعه مجبور بودیم عبور کنیم. چرا؟ یکی از علتاش اینه که اداره جوامع به علت پیچیدگی زیاد و به علت ابعاد متفاوتی که داره همواره با یک نوع نااطمینانی مواجهه. uncertainty یا نااطمینانی بخشی از واقعیت تصمیم گیری و اداره جامعه است، یا به علت تفاوت مبانی ارزشی، یا به علت پیچیدگی اتفاقاتی که میفته و نبود دانش کافی در مورد اونها. به خاطر همین بسیاری از تصمیماتی که چه دولت‌ها می‌گیرن، چه به معنای گاورننس در جامعه عملاً جاری و ساری میشه، ناشی از یک محاسبه خطی و در واقع مرسوم معروف به اداره علمی نیست. و آنچه که اتفاق می‌افته عملاً قابل دفاع به معنای یک اداره، یک تصمیم روشمند لزوماً نیست. بسیار حوزه حکمرانی، واقعیت حکمرانی نوین متأثر از بایاس‌های ذهنی، متأثر از ارزش‌های حاکم بر جامعه، متأثر از نهادهای فعال و قدرتمند در اون جامعه است. و به خاطر همین یکی از خصوصیاتی که من به صورت کلی در واقع حوزه حکمرانی رو باش توصیف می‌کنم، عبور از اون عقلانیت کامل پوزیتیویستی که ناشی از یک نگاه علم زده بود به یک نگاه عملگرایانه بسیار متأثر از اصطلاحاً کانتکست یا اون جامعه‌ای که درش داره حکمرانی اتفاق میفته هست. و حکمرانی یک امر کاملاً اصطلاحاً کانتکستوالایزده، امر انضمامیه، امریه که حکمرانی و اتفاقاتش در یک جامعه با جامعه دیگر کاملاً متفاوته و ما از رویکردهای سنتی در واقع اواخر قرن بیستم که معروف به حکمرانی یا اداره علمی جوامع بود گذاشتیم. اداره جوامع، کسی امروز ادعا نمی کند که اداره جوامع مبتنی بر یک عقلانیت کامل و به یک رویکرد علمی امکان پذیره. بسیار ارزش محور، انضمامی و ناظر به اقتضائات بومی این کشور است. و طبیعتا وقتی این اتفاق می افته به نحوی از مرزهای مرسوم دانش‌های علمی و دیسیپلین‌های متعدد علمی فراتر میره و حکمرانی یک بحث مولتی دیسیپلینری و در واقع چند بعدی هست. و این در واقع شاخص رو هم شاخص مهمیه که من می‌خواستم در حوزه حکمرانی به عنوان یکی از ویژگی‌های حکمرانی بیان کنم. تا اینجای کار من سعی کردم که چند تا مفهوم مشابه رو اول مرور کنم، حکمرانی یک تعریف کلی بکنم و با دو ویژگی کلی حکمرانی رو تا اینجا تعریف کنم.
ویژگی عبور از دولت که زیر شاخصهای فراوانی داشت و ویژگی عبور از عقلانیت کامل که اون هم زیر شاخصهای متعدد خودش رو داشت. در بخش بعدی من سعی میکنم که ابعاد دیگری از این مفهوم حکمرانی رو و ویژگی‌های جدیدی رو از مفهوم حکمرانی بیان کنم که همه اینها در کنار هم به شما یک دیدی رو از مفهوم حکمرانی بده و مقدمه‌ای باشه برای ورود ما به عرصه سیاست‌گذاری به عنوان یکی از زیرشاخص‌های حوزه حکمرانی.